کار من دوستان دیدن آینده است. من سفرهای زیادی رو به آینده میرم و بعد خاطراتم رو از آینده یادداشت میکنم و اون رو با دیگران به اشتراک میذارم. درست مثل یک جغرافیدانی که نقشه هایی رو از مکان ها تهیه میکنه، کار یک آینده پژوه اینه که نقشه های زمانی تهیه بکنه. یک جغرافیدان با استفاده از نقشه هایی که از مکان ها تهیه میکنه به شما کمک میکنه که توی مسیر مسافرتتون تشخیص بدید که احتمالاً از مبدأ چجوری میخواید به مقصد برسید. وقتی ما نقشه های زمانی رو تهیه میکنیم، ما آینده پژوها وقتی نقشه های زمانی رو تهیه میکنیم، بسیار بسیار خوب احتمالاً با استفاده از ابزارهایی که داریم میتونیم به مخاطبینمون کمک بکنیم که در زمان چطور حرکت بکنن. میخوام ازتون دعوت بکنم که توی این چند دقیقه‌ای که با هم دیگه توی این سالن هستیم به من کمک بکنید و با من همراه بشید به چند تا سفر توی زمان. سفرهای زمانی نیاز به قوه تخیل و تجسم شما دارن. بنابراین خیلی ریلکس باشید. هر جوری که دوست دارید بشینید، هر جایی که دوست دارید بشینید و فقط ذهنتون رو به من بدید تا با هم دیگه سفر بکنیم. خب موضوعمون رو که آقای امیرعزیز گفتن در مورد شگفتیه، من یک تعریف بسیار ساده و اولیه از شگفتی به شما ارائه میدم. خواهش میکنم اون رو گوشی از ذهنتون یادداشت بکنید و اجازه بدید ذهنهای زیباتون، یه قسمتی از ذهنهای زیباتون درگیر این قضیه بشه. هر چیزی که با مدل‌های ذهنی شما و با تجربه زیست شما ناسازگار باشه میتونه یا پتانسیل این رو داره که شما رو شگفت زده بکنه. اوکی؟ این تعریف رو داشته باشید و ازتون میخوام که با این تعریف به این سوال جواب بدید. من سوال فی‌البداهه و سوال در واقع پاسخ سریع از شما نمیخوام. میخوام که گوشه ای از ذهنتون به این فکر بکنید که شما چه حسی از شگفتی در درون خودتون رو دارید یا دارید پرورشش میدید. اصلا نمیخوام بهش جواب بدید، فقط اجازه بدید که ذهنتون روش متمرکز باشه. من برمیگردم سراغ این که کمی با هم دیگه در مورد این که آینده پژوهی چیه صحبت بکنیم، چون قبل از جلسه خیلی از دوستان میومدن و دلشون میخواست در مورد این قضیه چیزهایی رو بدونن. آینده پژوهی درست یا غلط در ایران ترجمه عبارتی اسم فیوچر استادیز. دقت بکنید دوستان، هم لغت فیوچر و هم لغت استادی اس جمع دارن. برای ما آینده پژوها این اس های جمع یک فلسفه بسیار بزرگی دارن، یک فلسفه بسیار بزرگی پشت این اس های جمع هست. وقتی من میگویم فیوچرز، وقتی من میگویم آینده ها، یعنی عمیقاً به این باور دارم که یک آینده محتوم و از قبل تعیین شده وجود نداره، بلکه آینده‌های مختلفی وجود دارن که من از زمانی که ایستادم، در لحظه اکنونی که ایستادم، این همون مبدأ منه در سفر به زمان، میتونم انتخاب بکنم که به کدوم یک از این آینده‌ها سفر بکنم. و لغت استادی وقتی با استجمع میاد به این معناست که شما برای رفتن به اون مقصد زمانی میتونید از ابزارهای مختلفی استفاده بکنید. پس شعار ما حداقل در یکی از اولین حرفایی که میزنیم دقیقاً میگوسان، ما قائل به یک آینده از قبل تعیین شده نیستیم. آینده پژوهی مطلقا هیچ ارتباطی با پیشگویی نداره. پیشگویی به چه معنیه؟ پیشگویی یعنی این که شما به صورت دقیق بگید که کدوم اتفاق در آینده میفته، کاری که فالبین ها، رمال ها، بلوربین ها و احتمالاً کفبین ها انجام میدن. ما هیچ ارتباطی با اونها نداریم. حوزه فکری و حوزه گفتمانی آینده پژوهی قائل به این است که برخی از آینده ها رو میشه پیش بینی کرد، نه پیش گویی، یعنی در واقع شما با احتمال سر و کار دارید. و نکته مهمتر اینه که ما کارمون اینه که به خلق آینده بپردازیم. وقتی کلمه خلق میاد، شما میتونید خیلی راحت توی ذهنتون لینکش بدید با بحث مربوط به خلاقیت. خیلی خوب. این اولین سفر ماست دوستان. ما قرار شد که امروز به آینده ها یا در واقع سفرهایی رو توی زمان داشته باشیم. راهن مجبوریم برگردیم به گذشته و یه مقداری سوخت بیشتری برای رفتن به آینده پیدا کنیم. بنابراین ما امروز توی سفرهامون سفرهایی از زمان خواهیم داشت. اولین سفر من ازتون میخوام توی ذهنتون تجسمش بکنم، ولی خودم برای اینکه مطلب رو بهتر منتقل بکنم لازمه یک کمی حرکت داشته باشم. فرض کنید که اینجا لحظه اکنونه و من میخواهم رو به جلو در آینده پیش برم. چون میکنم سفرمون رو، شما میتونید توی ذهنتون تجسمش بکنید. وقتی من سفرم رو به آینده شروع میکنم، وقتی که به 6 ماه بعد میرسم، به 1 سال بعد میرسم یا احتمالاً تا 5 سال بعد، برای من چیزهای قابل پیش بینی هستند.
من میتونم یه چیزهایی رو احتمال بدم. احتمال بدیم که چقدر محصول ما فروش میره، احتمال بدیم که با توجه به تلاشایی که کردیم چقدر اون موفقیت اون چیزی که دنبالشیم به موفقیت میخوره و چیزهایی دیگه. اوکی؟ اگر دقت بکنید توی این شعر آینده های محتمل بسیار نزدیک به آینده های به زمان حال هستن. خیلی ما نمیخوایم سفرمون رو همینجا نگه داریم، اجازه بدید توی زمان جلوتر بریم. وقتی شما از زمان حال به خودتون این جسارت رو میدید، جسارت رو میدید که در زمان جلوتر برید و به اتفاقات بیشتری در طول زمان فکر بکنید، مرز آینده های محتمل رو رد بکنید و به چی میرسید؟ ما بهش میگیم آینده های باورپذیر. آینده های باورپذیر آینده هایی هستن که علم امروز ما، شناخت امروز ما میتونه بر اونها صحه بگذاره. وقتی من میگم که ممکن است در یک جایی در آینده ما کلونی انسان ها رو در مریخ تشکیل بدیم، علم امروز ما میتونه این رو تایید بکنه. چرا؟ چون ما چند سال پیش سفینه یا ما یا در واقع کاوشگر رو به اسم کنجکاوی به مریخ فرستادیم. وقتی اولین ابزارهای ما برن به جایی، احتمالاً بعدش ما هم امکان رفتن پیدا کنیم. در آینده های باورپذیر علم امروز ما، دانش امروز ما میتونه بر فکرهای ما صحه بگذاره. ولی این شدنی، این شدنی. اما سفر ما توی آینده به همینجا ختم نمیشه. اگر کمی جسارت این رو داشته باشیم که باز در زمان جلوتر بریم، و من ازتون میخوام کاملا الان ذهنتون رو درگیر این بکنید که اینها رو تجسم بکنید. اگر کمی جسارت این رو داشته باشیم که توی زمان جلوتر بریم، به آینده های ممکن برسیم. دایره ها دارن بزرگتر میشن دوستان. این به معنای اینه که آینده های محتمل اگرچه نزدیک به زمان حال و شبیه به زمان حال هستن، اما آینده های ممکن میتونن تفاوت های اساسی با زمان حال داشته باشن. تفاوت های اساسی، نه اخلاق امروز ما، نه دانش امروز ما و نه معیارهای ارزشی ما ممکنه هیچ ارتباطی با آینده های ممکن نداشته باشه. من برای اینکه خیلی راحت تر بتونیم اینها رو در کنار هم ببینیم، این اسلاید رو به شما نشون میدم. خب و هم با بحث شگفت. اگر من بخواهم شگفت زده بشم، اگر من یک شکارچی شگفتی ها باشم، مجبورم پام رو از آینده های محتمل فراتر بذارم. در آینده های محتمل یعنی احتمالاً تا بستگی البته به حوزه‌ای که دارید بررسی میکنید داره، مثلا در تا 5 سال آینده هیچ چیزی نیستش که شما رو شگفت زده بکنه. ما احتمالاً همین لباس ها رو میپوشیم، به همین پزشک ها مراجعه میکنیم، استایلامون احتمالاً مد روزمون یکم با الان متفاوت تره و آدم هایی که تو تا 5 سال آینده میبینیم شبیه آدم هایی که امروز تو این سال ها میبینیم. اگر میخواهید به شکار شگفتی ها برید، شما باید پاتون رو از آینده های محتمل فراتر بذارید و مرز آینده های باورپذیر و آینده های ممکن رو رد بکنید. خیلی خوب، جلوتر بریم و ببینیم چه اتفاق میفته. من توی این شکل و شکل بعد که البته بعداً هم باش سر و کار داریم، میخوام یه جور دیگه اون تقسیم بندی رو به شما نشون بدم. فرض کنید که هر آنچه که ما به دست میاریم و دانشی ازش داریم رو من دنیای واقعیت‌ها نام بذارم، اکچوال. سفر یه کسی که شکارچی اون شگفتی ها هست اینطوری شروع میشه که فرض، من حالا نمیدونم این لیزر داری یا نه، فرض کنید که شما اون آدمی هستید که جسارت کردید که از فضای واقعیت ها فاصله بگیرید و یه کمی وارد آینده های ممکن بشید. شما اینجا هستید و احتمالاً اینجاها دارن چیزهایی که شما اینجاها میبینید دارن شما رو شگفت زده میکنن. ما به اصطلاح به اینها میگیم شگفتی ها، بهشون میگیم ممکنهای مجاور. یه مثال براتون میزنم. وقتی که من یک آدمی رو که تا حالا توی زندگیم ندیدم برای بار اول باش آشنا میشم، یعنی این منم که به خودم جسارت دادم که توی اتوبوس، توی قطار یا همین جایی که نشستم روی این صندلی یه سلام کوچیک به بغل دستیم بدم و باب صحبت رو باهاش باز بکنم، احتمالاً وارد یک دنیایی میشم که تا حالا مدل ذهنی من و یا تجربه زیست من باهاش ناسازگار بوده. من اولین آدم رو پیدا میکنم، این امیریه که امیر زمانیه که من امروز توی این رویداد شناختمش. به محض اینکه من این شگفتی رو کشف میکنم یا شکار میکنم، همین باعث میشه که من توی یک شبکه‌ای قرار بگیرم از شگفتی هایی که اطراف امیر هستن. بعد از شناختن امیر من میتونم به خانم یزدانی آشنا بشم و بعد احتمالاً بعد از این رویداد من 20
یا 25 نفر دوستان خوبی دارم که کجا باهاشون آشنا شدم؟ در رویداد صبح خلاق. اگر صبح خلاقی نمی بود و اگر من جسارت این رو نداشتم که از لاک روزمرگی‌های خودم بیام بیرون و اینجا بیام، هیچ وقت برای من این امکان وجود نداشت که با این آدم‌های نازنین و با شما دوستان عزیزی که تو این سالن هستید آشنا بشم. یه جسارت کوچیک میخواد، درسته؟ اما حالا ببینیم شگفتی‌های بیشتر کجا قرار می‌گیرن. باز می‌خوام یه سفر داشته باشیم. سفر قبلی من با اون چیزی که مفهومی که ما توی آینده پژوهی بهش میگیم مخروط آینده، اون شکل‌های دایری اصطلاحاً توی آینده پژوهی بهش میگن مخروط آینده، یه سفر دیگه. ما می‌خوام از یه مسیر دیگه با یک دید دیگه وارد زمان بشیم. این بار می‌خوام برعکس در واقع سفر بکنیم و البته با سرعت خیلی زیاد. بنابراین سوار ماشین زمان بشید توی ذهنتون و برگردید به کلونی‌های اولیه از اجداد یا نیاکان اولیه ما. فردا صبح شما قراره که از غارتون خارج بشید، تجسم بکنید دوستان. چقدر نیاکان ما مواجهشون با دنیا، مواجهه با اکچوال ها یا واقعیت ها بوده؟ من وقتی توی ذهن خودم تصور کردم به این نتیجه رسیدم. هر روز صبحی که یکی از نیاکان ما از غارش جسارت میکرد که بیرون بزنه، احتمالاً 50، 60، 90 یا 100 درصد چیزهایی که میدید رو برای بار اول بود که میدید. بنابراین همیشه ذهن اون آدم ها پر سوال بوده. حیوانات جدید مثل ما نبودن که انواع مارها رو توی شیشه های الکلدار توی آزمایشگاه ببینیم. مواجهه مستقیم زنده داشتن با همه پدیده‌های دنیا، دایناسورها، حیوانها، گیاها. اینکه کدوم گیاه رو بخوری میمیری، کدوم گیاه رو بخوری درمان میشی و کدوم گیاه رو بخوری احتمالاً میتونی تا صبح برقصی. همه اینها رو آدم‌هایی که جسارت کردن برای اولین بار از غارشون بزنن بیرون کشف کردن، درسته؟ خیلی از چیزهایی که ما تحت عنوان ابداعات اجتماعی میشناسیم، سوشیال اینویشن میشناسیم، دقیقاً مال وقتی بود که نیاکان ما جسارت کردن با همدیگه ارتباط داشته باشن. معاملات پایاپای که پول امروز جاش رو گرفته به عنوان یک ابداع اجتماعی که زندگی رو جای بهتری برای زیستن کرد، احتمالاً جسارت دو نفر آدم بود از دو تا قبیله مختلف. جسارت کردن که برای اولین بار یک جای همدیگر ملاقات بکنن و یک چیزهایی رو که دارن و احتمالاً اضافه بر مصرفشون هست با همدیگه تبادل بکنن. هیچ چیزی در زندگی ما وجود نداره دوستان، چیزهایی که برای ما امروز عادی شدن، هیچ چیزی مطلقا وجود نداره که مبدأش یک شگفتی نبوده باشه، مبدأش یک تصادف که آدم‌ها انداخته بودن نباشه. و البته یک چیز رو نباید فراموش بکنیم، همیشه جسور بودن چیزهای خوب نداره. بعضی وقتا مواجهه نیاکان ما با چیزهایی که برای اولین بار میدیدن منجر به خورده شدنشون میشده، درسته؟ یعنی همیشه اینطوری نیست، ولی چاره ای نداشتیم جز این که آزمایش بکنیم. من در مورد زمان بزرگ با شما صحبت کردم. در مورد چی؟ در مورد تاریخ و باستان شناسی. بذارید در مورد زمان کوچک هم با شما صحبت بکنم. این اسکیلش زندگی نامه های ماست، کودکی های ماست. خب یک کودک چطور با دنیا مواجه میشه؟ با سیبیلاش. یا ما کودک بودیم و چیزهای یادمون میاد، یا با کودک ها سر و کار داریم. چطور بچه ها با دنیا سر و کار دارن؟ هیچ مدل ذهنی وجود نداره، حداقل در کودکی. هر اتفاقی که برای کودکان میفته اکشن لرنینگ، یادگیری حین عمله، تجربه‌ایه که برای اولین بار داره بهش دست پیدا میکنه. هر چیزی که میبینه برای اون شگفت انگیزه. بنابراین حداقل من نمیگم لول های اجتماعی یا تاریخ های بزرگ رو ببینیم، مکرو هیستوریا رو ببینیم، ولی زندگی های خودمون رو که بررسی میکنیم، همه ما حداقل در کودکی بزرگترین شکارچی شگفتی ها بودیم. و جالبه براتون که هیچ بچه‌ای رو نمیبینید که در شکار کردن یک شگفتی احتیاط به خرج بده، بگه فکر کنم اگه وارد این شگفتی بشم پولمو از دست میدم، نکنه مثلا. نه، همه چیز رو مطلقا دوست دارن که امتحان بکنن، مگر اینکه یک مامان بد اخلاق داشته باشه که مدام بهش بگه نکن نکن نکن. هر چیزی که بچه ها یاد میگیرن در کودکی حداقل و قبل از اینکه مدرسه اونها رو سلاخی بکنه، خلاقیت های اونها رو سلاخی بکنه، از کانال شگفت زده شدن میگذره. خب ولی بعد چه اتفاقی میفته؟ این اسلاید یکم دردناکه و یکم البته ما باید باش به فکر فرو بریم. در اسکیل بزرگ اجتماع بعد از اینکه اجداد اولیه ما یواش یواش هر چیز شگفت‌انگیز رو فهمیدن، تنبل شدن.
و چی رو ساختن؟ قوانین رو. یه مثال میزنم خدمتتون. فرض کنید که دو نفر سر یه تیکه استخون توی قبیله اولیه دعواشون میشه. آدم ها احتمالاً تو اون قبیله به این نتیجه میرسن که استخون رو نصف میکنیم و بنابراین مشکل حل میشه. فکر میکنید تا هزاران سال بعدش مشکل اختلافات بین یک تیکه استخون یا هر چیز دیگه چطور حل میشده؟ قانونی که میگفته اون استخون رو باید دو تیکه بکنیم و بین دو طرف دعوا تقسیم بکنیم. ممکنه قبیله بغلی یه قانون دیگه ای داشته باشه، اون استخون رو میدیم به رئیس قبیله، این دو تا رو میندازیم زندان و این قانون هزاران سال باقی میمونه. بدیه قضیه زندگی های اجتماعی ما اینه، برخی از قوانین رنگ و بوی تقدس پیدا میکنن و تبدیل میشن به ایدئولوژی دیگه. حالا مطلق فکر کردن به چیزی متفاوت از اونها تبدیل میشه به گناه. این چیزی که جوامع ما و خیلی از جوامع دنیا بهش دوچار هستن. شما نمیتونید علیه یک قانون بشورید به خاطر اینکه قانونه، ولی وقتی گذشته رو بررسی میکنید دقیقاً اون جاهایی که مردم یک اجتماع علیه قوانین بدشون شوریدن باعث شده که رشد بکنن. در لول فردی در اون زمان کوچیک وقتی ما بچگی هامون رو کنار میذاریم و اون خلاقیت ها و اون ذهن عجیب بچگی رو کنار میذاریم، میرسیم به چیزی که بهش میگن عادت. عادت ها قوانین شخصی شده ما هستن. عادت میکنیم به یک نوع غذا، عادت میکنیم به یک اجتماع، عادت میکنیم به یک سری دوست، عادت میکنیم به یک شهر. هر جایی که قوانین و عادت ها سراغ ما میان، شما مثل شکارچی میمونید که اسلحتون رو قاب گرفتید گذاشتید روی دیوار و دیگه دنبال شکار شگفتی ها نرفتید. ما میفتیم توی لوپ مسخره. عادت کردم. قانون میگه. چقدر این حرفا امروز برای همه ماها آشناست. اینجا جاییه که شما دیگه هیچ شگفتی رو نخواهید دید. هر سنی که هستید شما هیچ شگفتی دیگه رو نخواهید دید و این البته بستگی به سن نداره. خب بریم جلوتر و من میخوام اون دو تا شکلی که بهتون نشون دادم رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم و از یک زاویه بزرگتر، یه بیگ پیکچر بزرگتر بسازیم و اون اینطوری بهش نگاه بکنیم. دوستان، ما فکر میکنیم که وقتی که توی دنیای ممکنها، آینده های ممکن جلو میریم، قسمت هایی از آینده های ممکن رو که فهم میکنیم و دانشش رو به دست میاریم و تبدیل میکنیم به واقعیت های روزمره، پس طبق قوانین ریاضی باید از اون مجموعه کم شده باشه و به این مجموعه اضافه شده باشه. یعنی وقتی که ما شروع میکنیم به پیشرفت کردن در آینده های ممکن، احتمالاً آینده های ممکن هی کم و کم کمتر میشن و به روزمرگی های ما و به چیزهایی که در موردشون دانش داریم اضافه میشه. اما بدونید که در این دنیا، یعنی در دنیای ممکن ها، ریاضیات مجموعه ها جواب نمیده. اینجا ریاضیات خودش رو داره. یک قانون ریاضی در اینجا وجود داره و اونم اینه که هر چقدر که شما بیشتر و بیشتر دنیای ممکنها رو کشف بکنید، هر چقدر شما بیشتر و بیشتر در زمان جلوتر برید، زمان هم بیشتر و بیشتر و بیشتر و حتی با توانهای بیشتری جلوی شما گسترش پیدا میکنه. قبل از قرن 18 میلادی، قبل از پزشکی مدرن، وقتی یه نفر در اصفهان، یک جوان، یک بچه در اصفهان فوت میکرد، چی میگفتن؟ احتمالا میگفتن کار جن یا کار حسادت بغل دستی ها، همسایه ها چشم زدن. ویروس مثلا فلج اطفال چیزی برای بیماری برای داشتن نبوده، چون اصلا ما نمیدونستیم که در لول های میکروسکوپی موجوداتی هستن که زیست دارن و میتونن روی بدن ما اثر بذارن. درسته؟ جالبی داستان به اینه، وقتی که میکروب کشف شد، ویروس کشف شد و ما فکر کردیم یه تیکه از آینده های شگفت‌انگیز رو به آینده های روزمره تبدیل کردیم، دقیقا همینجا یه اتفاق بزرگتر افتاد. حالا هزاران سوال برای ما پیش میاد که چند نوع میکروب داریم، هر کدوم چجوری زیست میکنه، هر کدوم چه اثر روی ما داره، هر کدوم چه اثر روی حیوانات داره. به محض اینکه شما به یک سوال جواب میدید و به محض اینکه شما یک قدم تو آینده های ممکن جلو میرید، هزاران قدم جلوی شما گسترش پیدا میکنه. اگر بخوام خوب مدل بکنم، من میگم که اون چیزی که ما تحت عنوان آینده های با ممکن باورپذیر داریم جلومون، با همه پیشرفت هایی که علم کرده، اونقدر بزرگه که آینده در واقع روزمرگی های ما، دانش ما، اون چیزی رو که میدانیم، اون چیزی رو که داریم ازش استفاده میکنیم، حتی میخوام بگم که بس من فقط باید نمایشش میدادم، حتی بسیار کوچیک‌تر از اینه.
واقعا دنیای شگفت انگیزیه، واقعا آینده میتونه پر از شگفتی باشه، به شرطی اینکه ما تبدیل بشیم به این در واقع ستاره هایی که دنباله دارن و این هایی که جرأت کردن از مرز روزمرگی هاشون بیان بیرون و برن دنبال در دنیای آینده های ممکن دنبال شگفتی بگردن. خب این دوتا سفر ما بود به آینده و حالا میریم سراغ سفرهای بعدی. ما دوتا روی کرد میتونیم داشته باشیم. بچه های استارتاپی و بچه های کارآفرین احتمالا این دو روی کرد رو خوب میدونن. یک روی کرد اینه، شما از دانشتون نامز، یعنی هر چیزی که میدونید بهره برداری بکنید. من آینده پژوهی رو ابزارش رو میدونم، بنابراین میتونم کلاس برگزار کنم. ممکنه بعضی از شما معمار باشید، گرافیست باشید، طراح باشید یا هر چیز. قسمتیه که در واقع شما میتونید از دونسته هاتون، از دانشتون بهره برداری بکنید. تا وقتی درگیر این هستید و تا وقتی این شما رو راضی نگه میداره، هیچ چیزی برای کشف کردن در وجود شما وجود نداره. به خاطر اینکه فضای آینده هایی که شما میرید دنبال کشفش اساساً از جنس آنناونز ها هستن. اگر بفهمیدش، اگر معما حل بشه دیگه چیشو میخواد شما؟ چیش میخواد شما رو شگفت زده بکنه؟ آن نانهای ما، یعنی نادانسته های ما هستن که منشأ ما هستن برای اکتشاف اون چیزهایی که در آینده های ممکن اتفاق میفته. خب، چه ویژگی من باید داشته باشم تا از لاک خودم بیام بیرون، تا از پیله خودم بیام بیرون و تصمیم بگیرم فضای آینده های ممکن برم و تصمیم بگیرم با شگفتی ها مواجه بشم؟ اولیش نارضایتیه. لبل فرد. شما نمیتونید نوآور باشید مگر اینکه از وضع موجود ناراضی باشید. وقتی همه چی خوبه، من برای چی باید آینده بهتری بسازم؟ همه چی خوبه، چرا باید برم دنبال آینده دیگه؟ چرا باید به یه چیز دیگه فکر بکنم؟ چرا باید به یه چیز اساسا متفاوت فکر بکنم؟ اولین قدم تو راه نوآور شدن و تو راه مواجهه با شگفتی ها اینه که شما ناراضی باشید از وضع موجود. ولی آیا ناراضی کافیه؟ نارضایتی کافیه؟ نه. اگر شما در خصیصه، در صفت و در ویژگی نارضایتی بمونید، تبدیل میشید به نچسب‌ترین آدم دنیا برای اطرافیانتون، یا آدم قرقر. کم دیدید اطرافتون آدم‌هایی که از وضعیت موجود ناراضی هستن ولی هیچ ایده‌ای برای آلترناتیو، گزینه دیگه، بدیل دیگه ندارن، بهش اصلا فکر نکردن. اصولا این آدم ها ساخته شدن برای اینکه وضعیت موجود رو بکوبن. همیشه دارن پاپا میکنن و میگن چقدر گرمه، آتیش زیر پامون، لعنتی کمش کن. کی کمش کنه؟ حاضر نیستن یک قدم از آتیش فاصله بگیرن. اولین مسئله برای اینکه شما تبدیل بشید به یک شکارچی و بتونید شگفتی ها رو پیدا بکنید اینه که شما ناراضی باشید از وضعیت موجود. از اون پیله اکچوال ها بیاید بیرون و برید به سمت پاسیبل. اما یک ویژگی دیگه هم باید شما در خودتون تقویت بکنید و اون اینه که خوشبین باشید. آدم هایی که بدبین هستن در هیچ کجای تاریخ هیچ چیز مفیدی برای جامعه انسانی ایجاد نکردن. مطلقا شما یک آدم بدبین بگید که تونسته یک چیز خوب برای بشریت به ارمغان بیاره. فقط آدم های خوشبین بودن که قبلش ناراضی بودن از وضعیت موجود و بعد تصمیم گرفتن که یک قدم به جلوتر بردارن. پس شما اگر میخواهید در لول فردی آدم های موفقی باشید و دوست دارید تبدیل بشید به یک شگفتی، به یک شکارچی شگفتی ها، دو تا ویژگی رو باید در خودتون تقویت بکنید. همیشه ناراضی باشید. یک جمله رو در یک کتاب میخوندم، جمله خیلی قشنگی بود، میگفت که به محض اینکه شما حس کنید موفقی دیگه موفق نیست. موفقیت مقصد نیست که شما وقتی بهش برسید بگید اوکی من الان جز آدم های موفق هستم، میتونم بشینم و استراحت بکنم. موفقیت یک مسیره. تا وقتی شما توی مسیر باشید موفقید. وقتی از مسیر موفقیت بیاید بیرون، فقط باید تماشا کنید موفقیت های دیگران رو. نارضایتی مسیره، خوشبینی مسیره، و این چیزهایی هستن که شما مدام باید در ذهنتون باهاشون کلنجار برید. میتونیم در واقع تو ذهن خودمون سوال بپرسیم از خودمون. میتونیم بپرسیم که چقدر به کرانه های کشف شگفتی ها نزدیک شدیم. نمیدونم شما فیلم کرگدن رو دیدید یا نه. اسطوره سینمای ایران بهروز وسوم توش نقش داره. اون خانم یه جایی پشت در واقع کمر این آقا داره یک شعر رو تتو میکنه، یا نمیدونم توی جوانیش یک شعر رو گفته.
این شعر رو من نقل به مضمون میکنم، شاید عبارتاشو جا به جا بگم. تنها کسانی سرزمین‌های جدید کشف خواهند کرد که در مرز زندگی میکنند. فقط اون موقعی که شما خودت رو به مرز برسونی احتمال اینکه بتونی یک سرزمین جدید رو کشف بکنی هست. کسانی که در مرکز زندگی میکنند، در جاهای زندگی میکنند که آب تو دلشون تکون نمیخوره و جسارت ندارن و ریسک نمیتونن بکنن و ناراضی نیستن و خوشبین نیستن، چه چیزی برای کشف کردن اونجا وجود داره؟ خب حالا این سوالات کوچیک رو از خودمون بپرسیم. کتاب جدیدی که خوندیم چیه؟ کتاب جدیدی که به قفسه کتابامون اضافه کردیم چیه؟ یک مقاله میخوندم و این مقاله مقاله مهمی بود دوستان. حتی اگر کتابی رو نمیخونید بخریدش. حتی اگر کتابی رو نمیخونید اون رو توی قفسه کتابهاتون به کتابهای دیگه‌تون و به لیست مورد علاقتون اضافه بکنید. کتاب‌ها مثل مشاورایی هستن که ساکت گوشه خونه‌های ما نشستن تا سر به زنگ‌ها وقتی ما نیاز داریم بریم و برامشون بزنیم. آدم‌هایی که کتاب‌های زیادی دارن ولی نمی‌خوننشون رو آدم‌های بدی ندونید. به شما توصیه می‌کنم اگر کتابی نظرتون رو جلب کرد بخرید. و حتی اگر فرصت خوندنش رو ندارید اجازه بدید اون مثل یک مشاور آروم و ساکت گوشه کتابخونه باشه برای اینکه یک روزی به کار شما بیاد. چقدر خوراکی‌های جدید رو امتحان می‌کنید؟ چقدر لباس‌های جدید می‌پوشید؟ چقدر علاقه دارید که دوستای جدیدی رو برای خودتون پیدا بکنید؟ جواب به این سوال‌ها رو با خودتون خیلی شفاف، خیلی رک، خیلی صریح جواب بدید بهشون. خیلی خوب نیست که یادم نمیگم اون جنبه جنبه بره، ولی خیلی خوب نیست آدم تفره بره از پیدا کردن یک دوست جدید یا تفره بره از امتحان کردن یک غذای جدید. یک بار به امتحان کردن هر چیزی میاد. حالا این جمله رو خیلی احتمالا شما شنیدید که میگه ممنون میشم اگه همون همیشگی لطفا. من یک دوستی دارم که خیلی با هم کافه میریم و خیلی با هم رستوران میریم و واقعا مصداق همون همیشگی لطفه، یعنی مطلقا حاضر نیست غیر از کوبیده چیز دیگه ای بخوره. خب بابا یه بارم یه سوپ امتحان کن، یه ماستشو یه بار بگیر، یه بارم اصلا یه چیز اصلا چه میدونم یه بارم حالا تهدید بخور. نه مطلقا. و هر چیزی که از جنس نوشیدنی باشه مطلقا فقط آب مینوشه. یه بارم حالا یه شب حالا نمیدونم. ابدا عهد امتحان کردن هیچ چیز دیگه ای جز همون همیشگیاش نیست. و این آدم‌هایی هستن که هیچ وقت به کرامه دست پیدا نمی‌کنن. امروز از پله‌های خونه‌تون وقتی برگشتید یه جور دیگه بالا برید. ممکنه به نظرتون خنده‌دار به نظر برسه. و ما توی قانون دوم آینده پژوهی دیتور داریم. هر چیز مفیدی در مورد آینده باید اول خنده‌دار به نظر برسه. امروز یه جور دیگه لباس بپوشید. من این کارو کردم حقیقتش، باید لباس روشن می‌پوشیدم. یه جای دیگه دوستتون رو به شام دعوت بکنید. نه همون همیشه. یه جور دیگه با خدا راز و نیاز کنید، یه جور دیگه برای فرداتون برنامه ریزید، یه جایی که نرفتید سفر بکنید، یه موسیقی که گوش ندادید رو گوش بدید. ضرر نمی کنید از بیرون اومدن از لاکتون. ما دو تا استعاره میتونیم توی زندگی همون داشته باشیم و خیلی راحت شما الان میتونید خودتون رو ارزیابی بکنید که شما یک ناخدای کشتی هستید یا یک لوکوموتیو ران. لوکوموتیو ران ها خاصیتشون اینه ریل از قبل براشون مشخص شده. من میدونم کجا میخوام برم، بنابراین لازم نیست هیچ کاری بکنم، هیچ چیزی رو منو شگفت زده نمیکنه. میتونم اصلا پشت فرمونم بخوابم چون همه چیز مشخصه، بارها و بارها و بارها همون رو تکرار کردم. اما ناخداها کاملا دستشون بازه برای اینکه سرزمین‌های جدید رو کشف کنن. به خاطر همینه هیچ لوکوموتیو رانی نمیتونه بگه اولین باریه که به اینجا میام، چون قبل از اون آدمایی که ریل گذاری کردن و قطار رو روندن به اونجا رفتن. ولی یک ناخدای کشتی مثل کریستوف کولوم میتونه ادعا بکنه این بار اولیه که یه کسی به اینجا قدم بذاره. حسن قدم گذاشتن برای بار اول در یک جایی اینه که اگر اونجا جزیره گنج باشه شما همش رو احتمالاً برنده میشید. ویژگی های ناراضی و خوشبینی که تصمیم میگیره ناخدا باشه و نترسه شما رو تبدیل میکنه به یک دریمر، به یک رویا پرداز. اگر به من بگن که توی شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان ایران بزرگترین نقطه ضعفشون چیه، میگم اونقدر آدم‌های خوشفکر اولیه‌ای که این استارتاپ‌ها رو ایجاد کردن درگیر روزمرگی‌های مدیریت شدن که هیچ دریمری، هیچ رؤیاپردازی دیگه اونجا به دنیاهای متفاوت فکر نمی‌کنه. ایلان ماسک رو احتمالاً خیلی از شما اسمش رو شنیدید.
یه جایی میخوندم که یکی از فیلسوفان آمریکا به دولت مردان آمریکا توصیه کرده بود این آدم رو ولش کنید به حال خودش. به اصطلاح ایلان ماسک یک رؤیا پردازیه که باید جامعه اون رو ولش کنه به حال خودش. اون آدمیه که میتونه مرزهای جدید رو کشف بکنه و وقتی اون مرز خوبی باشه همه ی آدم‌هایی که سوار اون کشتی هستن پشت سر اون ناخدا میتونن به یک جای بهتر منتقل بشن. این چیزیه که جامعه امروز ما بهش نیاز داره بچه‌ها. این چیزیه که شما به عنوان استارتاپ بهش نیاز دارید. این چیزیه که شما به عنوان دانش آموز باید در خودت پرورشش بدید. خودت رو تبدیل بکن به یک رویا پرداز. از رویا پردازی هیچ کسی ضرر نکرد. من توی یه قسمتی درباره ما سایت خودم نوشتم که چقدر حیفه که توی رزومه آدم ها شفخ نمی پرسن که رویاها چی هست. همیشه می پرسن که چند سال کار کردی، چقدر سابقه کار داری، با کدوم کدها آشنا هستی، کدوم طرح ها رو بتونی بزنی، ولی هیچکی از شما نمی پرسن رویاها چیه. شاید وقتی شما بیرون از این سالون با هم آشنا می شدی هیچوقت این رو از همدیگه نپرسیدی فلانی رویاها چیه، چه برنامه‌ای برای آینده داری. این یه چیزیه که به نظر من باید شماها یاد بگیریم و ما یاد بگیریم که به رزومه هامون اضافه بکنیم. همیشه من آنم که رستم بود پهلوان به درد نمیخوره. من اینها بودم، من اینها رو تا الان به دست آوردم، موفقیت های کوچیکی من تا الان اینها بودن، ولی این چیزی که از طاهری در آینده خواهید شنید اینها خواهد بود. تلاش دارم میکنم که به این کرانه ها برسم. اگر من بخوام کسی رو استخدام بکنم حتما به قسمت رزومه ای که توش رویاهاش نوشته دقت میکنم. بریم جلوتر. این یک اندیشمند هندیه که دو دوره هم رئیس جمهور هند بوده، آقای عبدالکلام. یک جمله بسیار بسیار قشنگ در مورد رویاها داره و این مدخل ورود من به بحث بعدیه. رویا پرداز بودن بد نیست، اما رویاهایی که فقط شما بهشون فکر میکنید از هر سمی برای شما بدتر هستن، چون بهشون نمیرسید و بعد از این مدت عادت میکنید که باهاشون بد رفتاری بکنید. با رویاهاتون، رویا اونیه که نظر شما بخوابید، نه اون چیزی که شما توی خواب میبینید. جمله بسیار زیباییه از کسی که یکی از متفکرین شرقه. رویا اون چیزی نیستش که شما توی خواب میبینید، رویا چیزی که نظر شما بخوابید. این مدخل ورود من به بحث بعدی. ما در مورد آدم‌های ناراضی و خوشبین صحبت کردیم دوستان. اگر لازمه فکر می‌کنید داره خوابتون می‌بره، می‌تونید یه بار بلند شید، بشینید یا چند تا نفس عمیق بکشید. چون این جای صحبت‌های من به نظر من صحبت‌هاییه که همه ماها آدم‌هایی که توی این سالن جمع شدیم و من فکر می‌کنم هر کسی اینجا هست به امید ساختن آینده بهتر اومده باید گوش بده. پس اگه فکر می‌کنید خسته‌اید، می‌خواید هر حرکتی که خستگیتون رو در میاره رو بزنید و بعد دوباره با من همراه بشین. مرسی بچه‌ها که دوباره که دوباره برگردید و در مورد آینده حرف بزنید. اول دسامبر سال 1995 روزا پارکس تصمیم میگیره که سوار اتوبوس بشه و از محل کارش به محل خونش بره. 1995 در آمریکا ما قانون تبعیض نژادی داریم. سیاه‌ها و سفیدها از یک آبخوری آب نمیخورن و در واقع درست‌تر بگم سیاه‌ها حق ندارن هم آبخوری استفاده بکنن که سفیدپوست‌ها استفاده بکنن. اگر یک سفیدپوست وارد اتوبوس بشه و جا برای نشستن نباشه حتما باید یک سیاه‌پوست بلند بشه تا بشه. 1995 روزا داره به خونش برمیگرده. یک سفیدپوست وارد اتوبوس میشه و البته خود سفیدپوست چیزی نمیگه، اما راننده اتوبوس اعتراض میکنه. پاشین کاکا سیاه، پاشین بشین. دو نفر پا میشن، دو نفر مرد پا میشن که اون بشینه، اما روزا اجازه نمیده بشینه. روزا اجازه نمیده اون سفیدپوست توی صندلی اون سیاه ها بشینه. به محض اینکه اتوبوس وای میسه همه سیاه ها جز روزا از اتوبوس پیاده میشن و فرار میکنن. چرا؟ چون اگر پلیس بیاد اونها رو به عنوان مجرم و قانون شکن بازداشت میکنه. برگرد به فلش بک بزنه قانون. 1995 در جامعه‌ای که برای ما الان شده مهد همه چیز، مهد تمدن، مهد دموکراسی، 1995
یعنی تقریبا 60-70 سال پیش ما قانون تبعیض نژادی رو داشتیم. چیزی احمقانه تر از این نمیتونه وجود داشته باشه. روزا مقاومت میکنه، پلیس میاد و اون رو با شماره 70-53 بازداشت میکنه. روزا ناراضی بوده، خوشبین هم بوده، اما یک چیز دیگه ای باید توی ما وجود داشته باشه که ما رو تبدیل بکنه به روزا پارس. خدمتون خواهم گفت. روزا با شماره 70-53 بازداشت میشه، ولی همون بازداشت، همون اتفاق، همون اتوبوسی که احتمالاً اون مردها هم میتونستن بمونن و مقاومت بکنن ولی ترجیح دادن که قانون مزخرف رو زیر پا نذارن، باعث ایجاد جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا شد. اون آدمی که پشت سر روزا میبینید تو این شکل، تو این عکس، احتمالاً شما بشناسیدش، مارتین لوتر کینگ. همون آدمیه که یکی از بزرگترین سخنرانی‌های قرن رو انجام داده. I have a dream. شنیدینش احتمالاً. 250,000 نفر این سخنرانی رو در واشنگتن گوش دادن. I have a dream. مارتین لوتر کینگ رو بعداً به قتل رسوندن. ترور شد. اما 1964 یعنی 9 سال بعد از اون حرکت در اون اتوبوس که حالا اتوبوس توی موزه نگهداری میشه تا مردم آمریکا فراموش نکنن که تاریخ چی بوده، 9 سال بعد از سال 1955 یعنی 1964 قانون رفع تبعیض نژادی در آمریکا امضا شد. دیگه حالا فرق بین سیاه‌ها و سفیدها در دسترسی به خدمات اجتماعی نبود. فکرشو بکنیم اگر روزا اون موقع تصمیم میگرفت که اون صندلی رو پاشه چه اتفاق رو افتاد. فکرشو بکنیم اگر یه آدمی تصمیم نمیگرفت این کار رو بکنه چه اتفاق رو افتاد و چقدر این قوانون ممکن بود عقب بیفته و چقدر آدم و چقدر سیاه‌پوست ممکن بود بهشون باز ظلم بشه. فقط مسئله اتوبوس نیست، مسئله تحقیره. خب شاید اون داستان یک داستان قدیمی باشه، 1955، سیاه‌ها، آمریکا، خیلی 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 شاید ما اصلا باش نتونیم ارتباط برقرار بکنیم، ولی بذارید یک داستان کاملا معاصر به شما بگم از کسی که احتمالاً همسن سال ماست یا برای خیلی از ما میتونه الگوی خوبی باشه. گرتا تونبرگ یک نوجوان 15 ساله سوئدیه. مهمه برای این که تکرارش میکنم. یک روز همه ما میدونیم تغییرات اقلیمی وجود داره، همه ما میدونیم آبها کمن رود خونه ها داره خوش میشه، سیلها برای چی دارن اتفاق میفتن، همه ما این رو میدونیم. اما چرا هیچ کسی عمل نمیکنه؟ چرا همه ما چشممون به اون بالاست؟ آقای رئیس جمهور شما باید تصمیم بگیری. آقای صدای من میشنوی؟ اینطوری گرتا تونبرگ تصمیم میگیره که مدرسه نره. یک روز عادی مدرسه به جای اینکه بره به مدرسه مسیرش رو کج میکنه، سوار در واقع دوچرخش میشه و میاد کنار دیوار پارلمان سوئد میشینه با یک تابلوی بسیار کوچیک: اعتصاب مدرسه برای تغییرات آب و هوایی. گرتا فقط به سوئد فکر نمیکنه. تغییرات اقلیمی یک مسئله، یک پدیده جهانیه، همه ما میدونیم. گرتا جنبشش رو یک نفر شروع میکنه، ولی نسبت به کاری که داره میکنه ایمان داره. باز تنها یک روز رو مدرسه رو اعتصاب میکنه، به مدرسه نمیره و کنار پارلمان سوئد میشینه تا بگه من گرتا تونبرگ به سیاسیون اعتراض دارم، شما به اندازه کافی برای محیط زیست و برای تغییرات اقلیمی توجه کنار نمیذارید. من چرا، این دقیقاً متنای سخنش، من چرا باید به یک مدرسه برم در حالی که نمیدونم اصلا آینده‌ای برای من وجود داره یا نه؟ چه پارادوکسیه. تونبرگ همیشه منو میلرزونه از کارهایی که نکردم. جنبش یک نفره تونبرگ بالاخره آدمهای خاطرخواهی پیدا میکنه، یک نفر یا آدمهای جسارت میکنن که کنار تونبرگ بشینن، همونطوری که آدمهای جسارت کردن کنار روزا پارکس بشینن. همونطوری که مطمئن باشید شما اگر مرز روزمرگی هاتون رو رها بکنید و به دل آینده های ممکن بزنید، حتما کسانی هستن که پیرو شما بشن. یواش یواش جنبش اعتصاب مدرسه برای تغییرات اقلیمی بزرگ و بزرگتر میشه. اول دوستای گرتا میان به کمکش. ببینید هم نوجوانن، آدمهای دانشگاهی که فوکل کروات دارن یا مثل من کچلن، دیگه نباید از این آدم ها انتظار داشته باشید که عامل ایجاد تغییر باشن.
جنبش گرتا بزرگ و بزرگتر میشه. مسخرش میکنن. سیاسیون بهش میگن بچه‌ها باید برن مدرسه. شما رو چه به این فضولیا، تغییرات اقلیمی. دانشمندان گردن کلفتشم نیومدن بیرون چیزی بگن. ولی این جنبش اونقدر بزرگ میشه که حالا سیاسیون رد اول دنیا برای دستبوسی میان پیش گرتا. همه این کارها زیر یک سال و نیم، ظرف یک سال و نیم اتفاق افتاده. و در حالی که همه دوست دارن باش عکس یادگاری بگیرن، اون داره احتمالاً به یک چیز دیگه فکر میکنه. در یکی از آخرین مانیفست‌هاش میشورد، اعتصاب میکنه، شورش میکنه علیه همه سیاسیون و میگه دیگه حق ندارید فقط برای گرفتن عکس سلفی با ما بیایید. اگر که قانونی رو تصویب کردید که کمک میکنه به تغییرات اقلیمی، من میپذیرم که با شما حرف بزنم. جنبش یک نفره تومبر در کنار دیوار پارلمان، نه توی پارلمان، بدون هیچ رسانه‌ای تبدیل میشه، اون رو تبدیل میکنه به چیزی که تقریبا میشه بهش گفت اسطوره، و روی روزنامه تایم بهش میگن رهبری برای نسل‌های آینده. بیش از 200 کشور دنیا در تبعیت از کاری که گرتا شروع کرد، هر روز دانش آموزا و دانشجوها دارن اعتصاب برگزار میکنن. 150,000 نفر فقط یک بار در ملبورن این کار رو کردن. هزاران کیلومتر دورتر از خونه گرتا به مدد رسانه‌های اجتماعی حرفش به آدم‌ها رسیده و اونها دارن انجامش میدن. مارگارت مید یک انسانشناس معروفه. یک جمله بسیار 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 شنیدنی داره. خانم مید میگه که مطلقا شما داستانی رو در تاریخ پیدا نمی‌کنید که باعث ایجاد یک حرکت اجتماعی شده باشه و سرمنشأش یک گروه کوچک از آدم‌های متفکر متعهد نباشه. اون کلمه کلیدی که می‌خواستم بهتون بگم اینه: تعهد. تعهد به این که شما باید تغییر رو که مد نظرتون هست ایجاد بکنید، نه فقط ناراضی بودن، غرغر کردن و غرغر زدن. تعهد برای ایجاد تغییر. برگردیم توی تاریخ ایران هم بسیار بسیار گروه‌های کوچکی رو می‌بینید در طول تاریخ کشور ما که دقیقاً پافشاری کردن روی ایجاد تغییر و قوانین رو عوض کردن. هیچ وقت جمله خانم مید رو فراموش نکنید. جمله خانم مید به ما میگه که شکارچی شگفتی بودن چیز خیلی جالبیه، اما شگفتی ساز بودن از اون جالبتر. اگر آدمی باشی که جسارت روبرو شدن با شگفتی ها رو داشته باشید خیلی خوبه، اما اگر آدمی که باشی که شکاک باشی و متعهد به ایجاد شگفتی باشی، خیلی خیلی بهتر برای جامعه. لازمه که ما بعد از تمرین این که به شکارچی شگفتی ها تبدیل شدیم، یواش یواش در خودمون ایجاد تعهد بکنیم برای خلق شگفتی. و این چیزیه که شگفتی آینده های ممکن و آینده پژوهی رو به هم وصل میکنه. بله، آدم های رویا پرداز و آدم های جسور و آدم های متعهد هم ترس هایی دارن، اما باور کنید ترس های اونها بیشتر از جنس اینه که نکنه این رویایی که من دارم به واقعیت تبدیل نشه. میخواید بدونید ما از این جنس آدم ها هستیم یا نه؟ ببینید یه همچین اتفاقی تا حالا تو زندگیتون افتاده؟ نصف شب از خواب بیدار میشید و شروع کنید جیغ جیغ کردن و مامانتون بیاد بگه چی شده دخترم، چی شده پسرم، و بگید داشتم خواب میدیدم که رویا محقق نشد. اگر جنس خوابهایی که میبینید از ایناست، یعنی از جنس کابوس‌هایی که محقق نشدن رویاتون رو به شما در خواب یادآوری میکنه و خواب از سر شما میپرونه، بدونید که آدم هایی هستید که ماها میتونیم روی شما حساب بکنیم، جامعه میتونه روی شما حساب بکنه، برای اینکه آدم هایی باشید که آدم میلیون ها میلیون پیرو رو دنبال خودتون ببرید و از یک فضای موجود ببریدش به یک آینده بهتر. توی کار رویا پردازی دقیقاً این بیت شعر مستحق پیدا میکنه: عشق آسان نمودن ولی افتادن مشکل، اما شما باید بپذیرید که خطر بکنید. خطرناکترین چیزی که برای رویا پردازی وجود داره اینه که شما خطر رویا پردازی رو قبول نکنید. نمیخوام خیلی بشکنمش، ولی من میدونم که چه زندگی شخصی، چه شما به عنوان مدیر، چه به عنوان یک آدمی که به زندگی اجتماعی و به آینده کشورش علاقه داره، چقدر میدونید که اینها مهمن. اما شگفتی‌های بعدی یا شگفت‌انگیزی‌های بعدی کیان؟ شگفت‌سازهای بعدی کیان؟ هفته گذشته من توی شیراز یک
کارگاهی رو داشتم برای مدیران یک سری شرکت‌های خیلی بزرگ خیلی خفن. 8 ساعت پدر من در اومد تا اینها رو توجیه بکنم که عزیز دل من، آینده میتونه متفاوت از زمان حال باشه. و آدم‌هایی که فقط بلدن قُر بزنن پدر من رو در آوردن. خسته رفتم به یه کافه کنار حافظی پناه بردم. هرچقدر که مدیرا اعصاب من رو خرد کرده بودن، یک دختری که اونجا خدمتکار بود من رو سر شو بود. فاطمه 20 سالشه. بهش گفتم میخوام ازت عکس بگیرم و یه سخنرانی دارم هفته آینده، میخوام به اصفهانی‌ها نشون بدم. سلام گرم به شما رسون بچه‌ها. فاطمه 20 سالشه. به وقتی بهش گفتم چند سالته؟ گفت 20. گفتم واقعا داری اینجا کار میکنی؟ این ساعت 10 شب؟ گفت من 4 ساله کار میکنم. یک دختری که از سن 16 سالگی تابوها رو شکسته و وارد اجتماع شده، اون آدمیه که ناراضی بوده، خوشبین بوده، شکاک بوده و متعهدم به ایجاد تغییر هست. ما نیاز نداریم با آدمهایی که حتما باید من و شما بهشون رأی بدیم تا بشن رئیس جمهور تا ایجاد تغییر کنن. باور کنید دوستان، آدمهایی که رئیس جمهور میشن حتی اگر آدمهای خوبی هم باشن نمیتونن عامل ایجاد تغییر باشن. اگر دنبال تغییر میگردید برای جامعتون، باید به فاطمه ها پروبال بدید. تغییر پایدار اگه برای جامعتون میخواید، باید از کف جامعه شروعش بکنید. تغییر پایدار اگه میخواید، فقط سعی کن خودت رو و یکی دو نفر اطراف خودت رو بهتر بکنید. ما شانس این رو داریم که آینده رو و آنده که پیش رو داریم رو جایی بهتری برای زندگی بکنید. ما شانس این رو داریم که صداهامون شنیده بشه. اما باید متعهد باشیم به اینکه حرفی که داریم رو به یک کسی برسونیم. چیزهایی که توی ذهن ما هستن رو ممکنه دیگران خیلی نخونن. اگه بخوایم همه این اتفاقات بیفته، کسانی که من طاهر رو میشناسن میدونن که چقدر این اسلاید رو هر جایی که میرم مثل یه یادگاری دلم میخواد با خودم ببرم و دیگران بدم. اگه دلمون میخواد جامعهم پر بشه از فاطمه هایی که متعهد به تغییر حداقل برای خودشون هستن بشه، لازم جامعه رو به این چهار تا مهارت آشنا کنیم. من طاهری به عنوان یک آینده پژوه و به عنوانی که گفتم خدمتتون سفرهای زیادی به آینده داره، آدمی که ذهنن همیشه با معقولات مربوط به آینده درگیره، با صدای بسیار بلند میگم فرقی نمیکنه شما تو آینده کی هستی، چه رشته تحصیل خوندی، کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی، از چه خانواده‌ای و از چه طبقه اجتماعی میای. اگر این چهار تا مهارت رو در خودت و در بچه‌ت پرورش بدید، من میتونم همینجا امضا بکنم که اون آدم هر چی و هر کی و هر کجا که هست موفقه. اما وای به حالت اگر که بچه تو فرستادی کلاس‌های کنکور که با که پزشک بشه، که متخصص بشه، اما یادت رفت این چهار تا مهارت رو توش پرورش بدی یا در خودت پرورش بدی. اینها رو به اصطلاح بهشون میگن مهارت‌های چهارگانه فورسی. اینا همون چیزایی هستن که بهانه ما برای جمع شدن توی رویدادی به اسم صبح خلاقه. فراموششون نکنید دوستان، به عنوان یادگاری از من داشته باشه. اولیش خلاقیت، دنیا رو جور دیگه ای دیدن. دومیش توانایی کار کردن با دیگرانه، همکاری کردن. آدمهای تکی هیچ وقت تو آینده موفق نیستن، برای اینکه آینده اونقدر پیچیده است که شما نیاز دارید به یک کسی که فرمون بده، نیاز دارید به یکی که مراقب موتور باشه، نیاز دارید به یک کسی که مراقب بارتون باشه و و و و چیزا. یه مدیر اخمی که نتونه دیگران کار بکنه جایی توی آینده نداره. سومین توانایی ارتباط برقرار کردنه. به بغل دستت سلام کنی، باش وارد مذاکره بشی، باش وارد دوستی بشی، والا اشکال نداره. نهایتش اینه که اگه نخواستی ریجکتش میکنه. نبندید دنیای خودتون رو. به بچه هاتون اجازه بدید یه روزم خواهشن با بیارتی برن مدرسه. بسته بندیشون نکنید بذاریدشون تو سرویس مدرسه و دلتون قرص باشه که آها این هیچ چیز آسیبی از جامعه نمیبینه. تهش که چی؟ بذارید وول بخورن، بذارید پشت مدرسه کتک بخورن، بذارید فوش بشنون، بذارید یاد بگیرن که چجوری میتونن حقشون رو در روی مستقیم با جامعه بگیرن، بذارید بخشندگی رو یاد بگیرن. شگفت انگیزها همین آدمهایی هستن که این مهارت رو دارن. و آخرین مهارت تفکر انتقادی. این فکر میکنم اسلاید آخر منه و ببخشید که وقتتون رو زیاد میگیرم. اما اگه من طاهری یک بار دیگه ازم میپرسیدن که اگه یک بار دیگه به دنیا اومدی چیکار میکردی؟
یک بار دیگه من به دنیا اومدم، باز دوستان همین رسالت رو برای زندگی شخصی خودم قرار میدادم. ما آینده پژوه‌ها متعهد به تغییریم. ما متعهد به اینیم که ویروس خوشبینی و امید داشتن به آینده رو بین همه ترویج بکنیم. اگه یک بار دیگه من به دنیا می اومدم، دوباره همین مسیر رو ادامه میدادم. دوباره بین همه گوشایی که حوصله من رو داشتن مینشستم و زیر گوششون پچ‌پچ میکردم. بچه‌ها، آینده میتونه اساساً متفاوت با زمان حال باشه و شما میتونید به آینده امید داشته باشید. در اسطوره‌های یونانی داستان یه شبیه داستان آدم و حوا. وقتی که خداوند برای انسان، برای مرد زنی رو خلق میکنه، به او یه هدیه رو میده، یک جعبه رو میده، اما به زن میگه که توصیه میکنه که هیچ وقت در این جعبه پاندورا رو باز نکنه. زن داستان ما آدم کنجکاوی بوده، آفرین، و تشویقش کرد. اسطوره‌ها خیلی چیزا به ما یاد میدن و فرمان خدا یا قانون خدا رو زیر پا میذاره و در جعبه رو باز میکنه. در اسطوره‌های یونانی میگن که تمام شقاوت‌ها و بدبختی‌ها از اون جعبه بیرون میزنه و دنیا رو فرا میگیره. حسادت‌ها، نمیدونم، غرورها و هر چیزی دیگه. ولی وقتی که اون الهه زن به ته جعبه نگاه میکنه، هنوز یک چیزی توی جعبه هست. امید. اگر میخواییم جامعه‌ای داشته باشیم و اگر میخواییم این جامعه آینده‌ای داشته باشه، مطلقا حق نداریم ناامید بشیم و مطلقا حق نداریم کسی رو ناامید بکنیم. مخصوصا بچه ها تنمون باید بلرزه وقتی یه کسی، یه نوجوانی، وقتی من ازش میپرسم که میتونه زندگی 15 سال بعدت رو بگی، بگه که من کالیفرنیا، من برلینم، من توکیو هم، هر جای غیر وطنش. وظیفه‌مونه که یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم که آینده های شخصی ما باید با آینده های کشورمون گره بخوره. جز این باشه، شما هر جای دنیا که برید، بدبختی ها دنبال شما میاد. هر اتفاقی که توی این گربه بیفته، اگر شما در بزرگترین برج های نیویورک هم زندگی بکنید، روی شما تاثیر داره. به خاطر اینکه این مسئله یک مسئله استعاره ای، اسطوره ای، هویتیه. من اصلا آدم نژاد پرستی نیستم. بعد به شما میگم، اگر میخواهید یک جامعه خوب داشته باشید، اون جامعه باید یک جامعه امیدوار به ساختن آینده باشه، حتی اگر از اون جامعه هیچی باقی نمونده باشه، مثل همون جعبه پاندورا. و برای یک ملتی فقط امیدش باقی مونده باشه، مطمئن باشید که ظرف یک بازه زمانی کوتاهی اون مملکت ساخته میشه، دوباره ساخته میشه. مرسی از شما که به من گوش دادید. فکر می‌کنم این استوری آخر من رو ببخشید.